خب چند خط کد نوشتیم اما تا حالا از اولین عبارت شروع کردیم اجرا شد به خط بعدی رفتیم و اون رو اجرا کردیم و با سریع ترین سرعت ممکن که کامپیوتر میتونست هر خط رو اجرا کنه به جلو رفتیم اگر میخواستیم اطلاعاتی رو از کاربر بگیریم وقفه داشتیم اما به محض برگشتن از بالا به پایین رفتیم و هر خط رو به ترتیب اجرا کردیم و هیچ چیزی رو جا نذاشتیم و این یه جورایی احمقانه است به استثنای برنامه های خیلی ساده مثل هلوورد باید کدی رو داشته باشیم که باهوشتر از این باشه و باید شروع به پرسیدن سوال کنیم اگر موجودی حساب مثبته نرخ سود رو حساب کن اگر منفی جریمه رو محاسبه کن اگر کاربر تیک رو در فرم زد اون رو به لیست ایمیل اضافه کن اگر نزد پس اضافه نکن اگر موقعیت عکس موشک با موقعیت عکس سفینه یکیه پس عکس انفجار رو نشون بده ما به کدی نیاز داریم که بر اساس شرایط برنامه گاهی اجرا میشه و گاهی نمیشه این کد شرطی هست و با یک دستور کلاسیک ایف یا اگر شروع می کنیم که در تمام زبان های برنامه نویسی وجود داره عبارت ایف در جاوا اسکریپت نوشته میشه و زبان های دیگه بر مبنای سی هم از همین فرمت استفاده می چند فاصله و خط خالی قرار دادم تا واضح تر بشه خب اینجا کلمه ایف یا اگر رو به کار میبریم و بعد هم یک جفت پرانتز داریم و بعد هم یک آکولاد باز و بسته حالت کلی اینه که اگر شرطی درسته هر کدی که بین آکولادها قرار داره رو اجرا کن یک نکته برای کسایی که تازه در برنامه نویسی وارد شدن وجود داره در ذهن داشته باشید که در زبانهای برنامه نویسی خیلی روی سمبول هایی که به کار میبریم و چیزی که اونها رو صدا میکنیم حساس هستیم پس برای اینکه خیلی در اینجا دقیق باشم وقتی میگم پرانتز منظورم در واقع این علائم هستند. وقتی میگم کروشه منظورم این هاست یا برکت و زمانی هم که میگم آکولاد منظورم این هاست اونها هدف های مشابهی دارن مشخص میکنن که چیزی در کجا شروع و به پایان میرسه اما نمیتونیم اونها رو به جای همدیگه به کار ببریم برخلاف چیزی مثل سمیکالن یا علامت مساوی وقتی پرانتز کروشه یا آکولاد میبینید اینها همیشه جفتی هستند اگر یکی از اونها رو باز بکنید میبایست حتما اون رو ببندید میتونه چند خط بعد باشه اما باید اون رو قرار بدید بیایید به دستور ایف برگردیم در این مورد پرانتز رو به کار میبریم تا نشون بدیم که شرط ما چی هست و آکولات ها هم مشخص میکنن که اگر شرط درسته چه کاری انجام بدیم که میتونه یک چند یا صد دستور جاوا باشه خب منظورم از شرط چیه کلمه یک کاندیشن یا شرط رو به کار نمیبریم و چیزی مثل اگر a کمتر از 50 هست رو استفاده میکنیم در اینجا یک سوال میپرسم و میخوام بدونیم که آیا چیزی درست هست یا b بزرگتر از 20 هست هر چیزی که درون پرانتز قرار میگیره باید بررسی بشه و درست یا غلط یا تو یا فالس باشه پس اگر در اینجا بررسی میکنیم که متغیر b بزرگتر از 20 هست برای من اهمیتی نداره که در واقع چه چیزی هست برای آره من مهم نیست که بی 21 یا 25 میلیون یا 20 نقطه صف یک هست فقط میخوام بدونم که آیا این ترو هست یا فالس درست هست یا غلط همه شرط ها باید به ترو یا فالس برسن یکی از چیزایی که خیلی در جاوا مرسوم هست اینه که میخوام برابر بودن رو بررسی بکنم این شرطیه که شما دنبالش میگردید برای بررسی برابری در جاوا و اینکه بپرسیم آیا چیزی مساوی چیز دیگه ای هست مثل زبان دیگه بر مبنای سی از تک مساوی استفاده نمی و دو علامت مساوی رو به کار می بریم. و هیچ فاصله ای رو بین اونها نمیگذاریم این میپرسه که آیا سی با عدد 99 برابر هست یا نه شرطمون اینه خب اینجا خیلی دقت کنید جاوا اسکریپت یک راه دیگه هم برای بررسی برابر بودن رو داره سه علامت مساوی این یک مورد غیر معموله بعدا درباره این صحبت میکنیم اما بدونید که در تمام زبانهای برمبنای سی مثل سی، سی فلاس فلاس، سی شارپ، جاوا، جاوا و خیلی های دیگه اگر در یک شرط هستید اگر میپرسید که چیزی مساوی چیز دیگه ای هست هرگز تک علامت مساوی رو به کار نمیبریم مثل چیزی که در متغیرها دیدیم وقتی تک علامت مساوی رو قرار میدیم به معنای انتصاب هست و یک دستوره و مقدار رو تعیین میکنه نه اینکه بررسی بشه میتونیم عدم برابر بودن رو هم بررسی کنیم که یعنی چیزی مساوی با چیز دیگه ای نیست و علامت تعجب و مساوی رو به کار میبریم که با هم به عنوان یک عملگر نوشته میشن و در اینجا میگیم که اگر دی برابر با صد نیست آیا این درست هست یا خیر وقتی چندین دستور دارید که درون آکولات قرار دارن به این بلاک کد گفته میشه و تمام کاری که آکولات ها انجام میدن یک گروه از کد ها رو در کنار هم قرار میدن و معنایی جز این ندارن پس کاربرد اونها رو هم متوجه شدیم و خواهید دید که اگر بخوایم میتونیم بلاک های تو در تو درون همدیگه داشته باشیم زندن خواهید دید که کد درون بلاک هم تو رفتگی داره عبارت الرت ما به اندازه یه سه فاصله از ایف به سمت داخل رفته حتما نباید به این شکل باشه و فضای خالی اهمیتی نداره و فقط خوندن رو ساده تر میکنه خب یک مثال ببینیم در دو خط اول چند متغیر میسازم متغیر A مساوی 5 متغیر B مساوی 10 و بعد بررسی میکنم که آیا A ای کوچکتر از B هست یا خیر بلاک کد رو باز میکنیم و اگر اون درست باشه این خط رو اجرا میکنیم و یک الرت رو نشون میدیم و میگیم که بله ای کمتر از بی هست و بعد هم یک دستور ایفه دیگه داریم اگر A با B برابر هست این هم باید روی یا فالس باشه اگر این درسته پیام الرت دوم رو اجرا کنیم به صفحه اشتی می که جاوازکریپ در اون اون قرار داره و پیام الرت نشون داره میشه اما پیام دوم الرت رو نمیبینیم چون این شرط فالس هست ای با مقدار بی برابر نیست به یک مورد در اینجا دقت کنید و بعد از اکولاد انتهایی سمیکاله نداریم گاهی اون رو در جاوا که در وب قرار داره میتونید مشاهده بکنید اما اون رو برا برای, برای یک دستور ایف نمیبینید و خیلی نادرتر هست یک مورد رو سریع درباره این اکولاد ها بگم وقتی کد افراد دیگر رو میخونید احتمال اینکه استایل های متفاوتی رو استفاده کنید وجود داره و ممکنه بپرسید که تفاوت بین اونها چی هست بیشترین شکلی که اونها رو در زبان‌های مبنای سی و به طور خاص جاوا اسکریپت می‌بینید اینه که آکولاد ابتدایی در خط کلمه کلیدی قرار داره پس کلمه ایف رو در اینجا داریم و آکولاد هم در همین خط هست و بعد کد درون بلاک ما تو رفته شده در خط الرت این موضوع رو میتونید ببینید و این دنت یا تو رفته گی رو داریم و در خط بعدی هم آکولاد رو میبندیم تا بگیم بلاک کد در اینجا شروع میشه و در اینجا هم به پایان میرسه اما ممکنه اونها رو به شکلی ببینید که با هم تراز هستن مثلا به این شکل اگر A با B برابر هست در اینجا بلاک باز میشه این کودیه که اجرا میکنیم بلاک هم در اینجا بسته میشه این در زبانهایی مثل پاسکال و سی شارپ مرسوم تره بعضی برنامه نویسا خیلی روی این موضوع حساسن اما جاوا اسکریپت اهمیتی نمیده و معنی کد عوض نمیشه این به عنوان فضای خالی بی اهمیت. در نظر گرفته میشه اما بیشتر اسکریپتی که به صورت نمونه یا آنلاین میبینید به این شکل نوشته میشه و وقتی به حالت کلی عادت کنید خیلی راحتتر خواهد شد بسیار خوب برای ادامه کار میریم سراغ قسمت بعد با ما همراه باشید